یکی از دغدغه‌های بچه‌ها شاید هم خنده‌دار باشه، پشت میز نشستنه. یعنی آقای اکبری مشاورم میگه تو باید پشت میز بشین چون کیفیت مطالعات بالاتره، فلان زاویه باید بشین، فلان جی من اصلا پیشوالی دارم بیشتر از 2 ساعت نمیتونم پشت میز بشینم، چیکار کنم؟ یعنی باید حتما به زور خودم رو نگه دارم به اون میز؟ من تو این ویدیو میخوام در مورد صحبت کنم. سلام، من محمد سعید اکبری هستم، دانشجوی داروسازی. اگه از طریق اکسپلور اینستاگرام اومدید دکمه فالو، اگه از طریق یوتیوب اومدید دکمه قرمز زنگ سابسکرایب، من گذاشتم زنگ آل که ویدیوی بعدی منو از دست ندید. آقا من سعی گفتم که بریم سر وقت اصل مطلب. عرضم به حضورتون که آقا یک دغدغه اصلی بچه‌ها میگه آقا پشت میز بشینم نشینم چیکار کنم، مثلا حوصله ندارم. تجربه خودم میخوام بگم، من شاید باورتون نشه یک آدم مودی بودم تو وضعیت مطالعه. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا الان حال میکردم پشت میز بشینم، 3 روز پشت میز مینشستم خسته میشدم، 3 روز رو زمین مینشستم، یعنی کامل کتابا رو میذاشتم طور خودم و دقیقاً نقطه خالی بود. یعنی میومدی تو اتاق من همه کتاب بود رو زمین و به صورت یه نقطه یه محیط از اتاقم خالی بود و مشخص بود اونجا دارم درس میخونم و یه مدت هم مثلا راه میرفتم درس میخوندم. حالا آقای اکبری یعنی چی؟ یعنی اینکه شما میگی اگه من پشت میز نشینم بازم کیفیت مطالعه‌ام خوبه؟ بچه‌ها علت اصلی که حالا میان میگن که آقا پشت میز بشینین و فلان و اینا، دلایلی که وجود داره اینی که مثلا شما خوابتون نبره، شما حواستون به درس بیشتر باشه، کمر درد نگیرین، گردن درد نگیرین و این مشکلاتی که باید از روز اول دبستان و پیش دبستانی ما رو اجبار میکردن و عادتمون میکردن، نه اینکه 17 18 سالمون بشه حالا که موقع این که ما بتونیم ما فقط با درس بخونیم بیایم مثلا این موارد رو بهمون یاد بده. میدونم شاید غیر استاندارد باشه رو زمین نشستن، من خیلی وقتا خودم یه بالش میذاشتم زیر سینه‌ام و دراز میشدم تو اتاقم و مسئله ریاضی حل میکردم. خیلی وقتا من شاید بهتون میگم 70 80 درصد مطالب زیستشناسیم رو راه رفتم و خوندم، مخصوصا اول صبح که خوابم میومد. ببینید بچه‌ها به این مسائل زیاد دقت نکنید. اگه بخواید ببین، من یادم میاد سال اول کنکورم دغدغم این بود که پشت میز بشینم. یه هفته گذشت دیدم دارم کلافه میشم، به جایی که بیشتر بشینم تمرکز کنم رو درسم بیشتر تمرکز میکنم رو طرز نشستنم، دارم کلافه میشم. بلند شدم یه مدتی شاه رفتم، یه مدت نشستم، یه مدت میز استفاده کردم، یه مدت دراز کشیدم. میدونی چی میگم؟ پس شما به همون مدلی که الان تا الان درس خوندین و اومدین تو دبیرستان همون مدلی هم ادامه بدین. زیاد به این موارد توجه نکنید، انقدری که فکر میکنید مهم نیست. این از این. ولی اگر میتونی پشت میز بشینی سعی کن یه کیفیت مطالعه استاندارد رو داشته باشی. مواظبت کن خودتون، خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. بازم هر سوالی رو دارین داخل کامنت ها بپرسین، من حتما راجبش ویدیو درست میکنم.